با سلام و احترام خدمت همراهان خوب کانال نیایش، امیدوارم که در پناه خداوند متعال تندرست و شاد باشید. در برنامه امروز به این سوال پاسخ می دهیم که بهترین زمان برای خواندن زیارت عاشورا چه زمانی است. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. بهترین زمان برای خواندن زیارت عاشورا چه زمانی است؟ خواندن زیارت عاشورا مستحب است، ولی خواندن این دعا بسیار فضیلت دارد و بارها و بارها خواندن این دعا در روز توصیه شده است. زیارت عاشورا دعایی با فضیلت است که از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است. خواندن زیارت عاشورا فضایل زیادی دارد. هر کس این دعا را هر روز بخواند و مراقب رفتار و کردار خود باشد، خداوند او را مورد لطف و رحمت خود قرار داده و در آخرت مورد شفاعت امام حسین علیه السلام قرار خواهد گرفت. فضائل خواندن زیارت عاشورا: 1. ثواب 12,000 حج. 2. ثواب 1,000 جهاد. 3. ثواب 2,000 حج عمره. 4. ثواب مصیبت هر پیامبری از اولین تا آخرین. 5. ثواب مصیبت هر رسولی. 6. ثواب مصیبت هر وصی تا روز قیامت. 7. ثواب مصیبت هر صدیقی تا روز قیامت. 8. ثواب هر شهیدی تا روز قیامت. 9. بلندی مقام او 100,000 درجه. 10. نوشته شدن 1,000 حسنه. حال ببینیم بهترین زمان خواندن زیارت عاشورا چه زمانی است. به طور کلی خواندن زیارت عاشورا زمان خاصی ندارد و هر ساعتی که خوانده شود ثواب زیادی را در بر دارد. اما در برخی روایات به فضیلت خواندن زیارت عاشورا در هنگام صبح اشاره شده است. برای رسیدن به محبت و عشق و علاقه امام حسین علیه السلام و زیارت بارگاه ایشان از راه دور، هر روز صبح زیارت عاشورا بخوانید و روز خود را با نام و یاد عزیز زهرا سلام الله علیها شروع کنید. زیارت عاشورا از دعاهای پرفضیلتی است که امامان و عالمان دینی به خواندن آن تاکید می‌کنند. از طریق خواندن زیارت عاشورا و خصوصاً مداومت به خواندن این زیارت شریف به ثواب اخروی و برآورده شدن حاجات دنیوی می‌رسید. زیارت عاشورا عملی مستحب است و در مستحبات حالت بایدی و حتم وجود ندارد. در این گونه اعمال به هر مقدار که انسان در هر زمان اهتمام بورزد، از ثواب و نورانیت که نتیجه عمل است بهره‌مند می شود. صد لعن و صد سلام در زیارت عاشورا را می توان با فاصله و به تدریج در روز خواند. یعنی می توان مثلا صبح زیارت عاشورا را شروع کرد. وقتی به لعن زیارت رسیدیم، صد لعن را می توان در طول روز به تدریج انجام داد تا نوبت به 100 سلام برسد و آن را نیز با فاصله و به تدریج میتوان انجام داد و بعد از سلام بقیه زیارت را خوانده و در پایان دو رکعت نماز زیارت به جای آوریم. یکی از ملازمان آیت الله العظمی عراقی در حالات ایشان نقل نموده که ایشان هر روز بالای بام میرفتند و به حالت ایستاده به خواندن زیارت عاشورا میپرداختند و صد لعن و صد صلوات که در زیارت عاشورا وارد شده است مقید بودند به طور کامل قرائت کنند و این برنامه ایشان به همین نحو، یعنی بالای بام و رو به قبله، حتی در روزهای برفی و سرد هم بدون کم و کاست ادامه داشت تا موقعی که توانایی جسمی داشتند. اگر نظر کرده اید که زیارت عاشورا را در مکان خاصی، مثلا مسجد و زمان خاصی بخوانید، تا جایی که می توانید باید نظر خود را به جای آورید و اگر موفق نشد طبیعی است که باید قضای آن را به جای آورید. عالم جلیل شیخ عبدالهادی حائری مازندرانی
از والد خود حاجی ملا ابوالحسن نقل کرده است که من حاج میرزا علی نقی طباطبایی را بعد از رحلتش در خواب دیدم و به او گفتم آیا آرزویی داری؟ گفت یک آرزو دارم و آن این است که چرا در دنیا هر روز زیارت عاشورا نخواندم. رسم سید این بود که در تمام دهه اول محرم زیارت عاشورا می‌خواند، ولی بعد از مرگ افسوس می‌خورد که چرا در تمام ایام سال موفق به این زیارت نبوده است. سید علی موحد ابتهی، زیارت عاشورا و آثار شگفت آن، صفحه 16، به نقل از کتاب تذکرت الزائرین. باید بدانید که در هر زمانی که به سید الشهدا سلام می دهید، مطمئن باشید که امام حسین علیه السلام جواب سلام شما را می دهد، زیرا جواب سلام واجب است و امام معصوم محال است تا که واجب نماید. یکی از دعاهایی که ائمه معصوم و پیشوایان دینی بر مداومت خواندن آن تاکید می کنند، زیارت عاشورا است که تأثیرات سازنده و بسیاری برای افراد دارد. در کتاب مفاتیح الجنان قبل از متن زیارت عاشورا حدیثی از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است که می‌فرمایند این دعایی است که فرشته‌ها آن را می‌خوانند و پروردگار در قبال خواندن آن 100,000,000 درجه می‌نویسد و مانند کسی خواهی بود که با امام حسین علیه السلام شهید شده باشد. برای شخص ثواب زیارت هر پیامبر و رسولی و امام حسین علیه السلام از زمان شهادتش نوشته خواهد شد. حضرت امام صادق علیه السلام فرموده هر کس به وسیله خواندن زیارت عاشورا جدم حسین علیه السلام را زیارت کند، به خدا قسم خداوند هر حاجت مادی و معنوی داشته باشد به او می دهد. علقم ابن محمد حضرمی به نقل از امام محمد باقر علیه السلام می گوید امام پنجم شیعیان بعد از خواندن زیارت عاشورا فرموده است ای علقمه، اگر هر روز از عمرت را توانستی حسین علیه السلام را با این زیارت زیارت کنی، آن را انجام بده، پس برای تو ثواب تمام این زیارت است.